سلامت بشی. داری؟ فرض کنید که بریم به شب عاشورا و آقای دکتر نهاوندیان با همه تخصص و علم و با همین شخصیت الانتون بریم به اون شب و امام حسین نگاهتون کنن و بمانید در خیمه اون شب و نریم، بشه صبح روز عاشورا و شما در صحنه کربلایید و شاید قدیما اینو بازی کردید ولی الان با سن و سال الانتون و اینکه میدونید چه اتفاقاتی در اون روز میفته، امام حسین هم به شما قدرت انتخاب دادن، به شما میگن که حالا هر جور صداتون میکنن، میتونن دکتر صداتون کنن، میتونن به اسم کوچیک صداتون کنن، میگن برو هر جور بخوای وایسی. فکر میکنید کجا میرید؟ چیکار میکنید؟ اولا که هیچ جا نمیریم، همونجا میمونیم. شب عاشورا وقتی حضرت خب شبیه این صحبت رو کردن با اصحاب و انتخاب دادن بهشون، حتی توصیه کردن که پاشین هر کدومتون دسته یکی از اهل بیت منو بگیریم بریم، بیعت رو برداشت ابو عبدالله. تا اون شب هی به اصطلاح نخبه گزینی میکرد، حتی میرفت تو خیمه کسی دعوتش میکرد مثل زهیر ابن قیم، اما اون شب دیگه امتحان شده بود، هر کسی کارنامه گرفته بود، اینایی که بودن دیگه نخبگان بودن. اون شب گفت میتونین برین. جوابهایی که اونا دادن، حالا ما که قابل نیستیم حتما، ولی اونا که قابل بودن و از این امتحان سرفراز برآمده بودن، اونا جواباشون جواب شماست. زهیر پاشد گفت که ما کجا بریم؟ خدا قسم اگر من در راه تو کشته شم و تک تک شم، دوباره زنده شم و دوباره کشته شم، تا هزار بار دست از دامنت برم. این نمایش تازه آغاز شده، این امتحان تازه طرحش افکنده شده، این مسیر باید مرتباً تکرار بشه تا اون نخبه گزینی که ابو عبدالله برایش سال 61 کرد بشه برای ظهور عدل. بهترین ها باید تو این امتحان ها هی گداخته بشن، هی آبریده بشن، هی ببالن و براین. لذا جواب این سوال این است که باید خود رو در منظومه حسین ابن علی تعریف کرد. این که ما از زندگی ایشان بیاموزیم چگونه می شود حسینی زیست. بعضیا فکر میکنن که درس مکتب ابا عبدالله فقط این است که چگونه می شود حسینی مرد. نه، حسینی زیستن درس بزرگ مکتب امام حسینه. مکتب امام حسین مکتب حیاته، مکتب زندگی، راه زندگی. اصلا فلسفه شهادتش رو ایشون میگه که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. شمشیرها منو در بر بگیرید، اگر دین محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه جز به قتل من استقامت پیدا نمیکنه. دین به معنای راه، دین به معنای روش، دین به معنای مسیر زندگی. امام حسین اولین اثرش در هر کسی که در معرض این نور قرار میگیره یک اثر احساسی عمیقه. لذا شما عاشق امام حسین همه جا پیدا میکنید،
محدود حتی به شیعه هم نیست، محدود به مسلمان ها هم نیست. تو هندو هم عاشق امام حسین پیدا میکنی، توی ارمنی هم پیدا میکنی، تو کسانی که متدین به دین اسلام هم نیستن، اما حسین ابن علی رو به عنوان سالار آزادگان قبول داره. اما این گام نخسته. عشق به ابا عبدالله یک قوه جذب و انجذابی است که دعوت میکنه، میکشه. حالا باید تو این مکتب نشست و درس آموخت. نباید من خیال کنم که خب همین که جذب شدم به این حسینیه و تو مدرسه ثبت نام کردم این تمام شد. این که چگونه میشود حسینی زیست، حیات حسینی رو بیاموزیم، چنان بصیرتی و تفکری و قوه تحلیلی که هم زمان معاویه رو من بتوانم تحلیل کنم و موضع درست بگیرم، هم زمان یزید رو، هم در مدینه رو، هم در مکه رو، هم تو مسیر رو، منازل مختلف رو. وارد مراسم حسینی هر سال که میشیم، جامعه ما میشه، جامعه بشری میشه، از اون ور میباید پاکتر، پیراسته تر، اخلاقی تر، مؤدب تر، سخاوتمند تر. اینقدر در این شعشعه وجودی در رفتار من منعکس باشه که همه خوبیای عالم تو این کلمه حسینی بودن جلوه بکنه. امشب به جای اینکه ما زنگ درو بزنیم یه اتفاق دیگه بیفته و یه اتفاق بیاین در باز کنید ببینید که امام حسین علیه السلام خودشون اومدن و پشت در باهاشون مواجه میشید و طبیعتاً دعوتشون میکنید، میخواییم با هم گفته بکنید و امشب شب خاصی، یعنی اتفاقا همجوری من که معتقدم علکی نمیفته. شما های دویشون و ما هم نیستیم، خیلی دو نفری با هم حرف بزن. چی میگید بشون؟ اون حرف هایی که بهشون میشه زد که به شما نمیشه. بکنیم ما نیستیم، خیلی کار سختیه و شاید هم ورود به حوزه شخصی شماست، ولی بله باید از اون فرصت این استفاده رو کرد، گوهر حسینی بودن رو ازشون پرسید که یا ابا عبدالله اگر من بخوام صادق باشم در اینی که ما میخونیم تو زیارت عاشورا، یا لیتنی کنتو معک یا معکم فافوز معکم فوزن عظیما، چجوری میشود با شما بود؟ زمانه ما زمانه متفاوت از زمان شماست. راهنمایی کنید که در چالش‌های امروز، من در هر روزم، در مسائل واقعی زندگی، در کسبم، در کارم، در تحصیلم، در عالم سیاستم، در معاشرت اجتماعیم، در ارتباطاتم، در کارهای فرهنگیم، تو هر کدام از اینها میشود تعریف کرد حسینی بودن رو. هیچ کس بهتر از امام حسین نمیتونه نیاد. یا حسین، چگونه من نه فقط در مجلس عزای شما بلکه در صحنه واقعی زندگی چگونه میتوانم عمل کنم که هر کی منو دید بگه این حسینیه؟ و تا این نشه اونی که قراره بشه نمیشه. تو این زیارت عاشورا همه میخوانیم و به هم میگیم که
و جعلنا من الطالبین بساره مع الامام المهدی علیه السلام. یعنی لازمه عاشورایی بودن و حسینی بودن این است که مرتب همیشه هدف این باشد که اون اتفاق بیفته، اما برای افتادن اون اتفاق یه آدمای تراز اون اتفاق باید ساخته بشن. خدا قسمت کن. دوستان چی بهتون بگم؟ آرزوتون چیه که از لبای امام حسین بشنوید؟ از باب این که آرزو بر جوانان عیب نیست، وگرنه ما که قابل نیست. تو همین طول مسیری که ابا عبدالله آمدن از مدینه به مکه و از مکه مخصوصا تا کربلا، مذاکرات مختلفی، مکالمات مختلفی از ابا عبدالله ثبت شده. ابا عبدالله بعضی ها رو وقت گذاشتن، رفتن باشون صحبت کردن، تک نفره دعوتشون کرد. سوال کردید که دوست دارید چی میگفتن؟ خدا نصیب من که قابل نیستم، خدا نصیب کسانی بکنه که امام زمان اونا رو قابل بدانه که بره دعوتشون کنه، و خودشون هم قابلیت میدن. خود این دعوت توش رمز هاست. خدا به آدم چنان لیاقتی بدهد که مورد خطاب و دعوت ولی وقت قرار بگیره، و البته در اون لحظه انتخاب و امتحان هم بتوانه اون تصمیم بزرگه رو بگیره در زندگیش و لبیک بگیره. میخوان تشریف ببرن؟ خداحافظی کنید ازشون. ابن رسول الله ما را به خودتون ببر. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم المنون، و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. این قدم صدق همه ی حرفه، حسینی بودن به ادعا نیست، به قول نیست، به تظاهر نیست. البته همه این مناسک و همه این عزاداری ها در اون مسیر انشاءالله، اما یه جوهری داره اون قدم از صدقه. اون لحظه آخر باید دامنشون رو گرفت که او قدم صدق رو نصیب ما بکنه، من چه میگیم عمل کنه و پایدار و استوار در این مسیر باشه. اگه این بشه، وقت اون کار بزرگه میشه.